امشب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلی ده صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه حبیبم، رو میخوام حبیبم اگر خوابه، حبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنی، مست است و هوشیارش کنی، گویید فلانی اومده، آن یار جانی اومده، اومده حالتو احوالتو سیه خالتو سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود، اومده حالتو احوالتو سیه خالتو سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود. امشب شب مهتاب حبیبم، رو میخوام حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتاب حبیبم، رو میخوام حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. بابا تا تو اینجایی چی کار داری میکنی؟ نقاشی میکشیم ابله. بابا دلمون برای تنگ شده بود، چرا نمیایی بابا سر بزنیم؟ مگر نمیبینی گرفتاریم؟ گرفتاریم بابا، ناسلامتی ما با هم دوست بودیم یه آدمه، اصلا با هم فامیلیم، من شوهر دخترتم در جریانی که من شوهرشم. حرفت را بگو بگیو و بریو دیگه، کار داریم. نه حرفی خواستی نداشتم، فقط خواستم یه خبری میت بدم به کسی نهون بنام. من و دخترت داریم بچه دار میشیم آقا، تبریک میگم. خودم اینجا میدانستیم ابلا. نه من میدونستی، خواستم تأکیدی بیشتر بذارم ملکی ذهنت بشه در جریان. اینو سایه کاری میخورد دست کسی فردا بکشیه، مردکیه احمقیه شیزوفرنیه. یاد اعصاب نداری ها بابا، بیا یه ذره راجع به چیز وسایل خانوادگی صحبت کنیم. خب بگی یا حرفت را بگو و ببری یا ببین، این درسته یه دخترت حالا بچه دار نشده بود؟ خب بلیه، خب چیه؟ همین دیگه، خواستم بدونی که دیگه نبدار شدی دیگه، دیگه چی میخوای؟ نبدار داری میشی؟ نبدارت هم بچه منه، فقط در جریان باش. میدانی الان چه احساسی داری؟ چه احساسی داری؟ دوست دارم زودتر گورت را گم کنی و بمیری. باشه، فقط خیلی دختر خوبی بزرگ کردی ها، خانوم، گل، زیبا، خوش صحبت کرد بانو، مثل خر کار میکردی. خلیه 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 تو اصلا نداری امروزا، زیاد رو فرم نیستی. من فردا میام راجع به اسم بچه اونم با تو هر گمشی. نه گمشی، چه اسم بدی انتخاب گیری؟ گمشی گمشی، بیا اینجا. نه اسم خوب نیست، اینا خوب نیست. حالا تو با دخترت کار داشتی، سراغش از من بگیر دیگه، همین فقط خاطر در جریان باشی. شما بیا سر بزن، نام سایه کاری میخورد و همین همه رو گفتن اینا رو این کارا رو بکن. بریا
برادر جان یک لارا رد کن، این رجش باید آبی باشد. فخری جان آن کانوای آبی را بده به جهان. قیسی جان میگویی ما دستمان خسته شد، تو نگهدار ما ببافیم. جهان جان میگویم بگذار قیصر جان لذت بافتن لباس برای دخترش رو خودش ببرد. نوزاد ما پسر است فخری جان، نامش رو هم گذاشته این هیر بود. این که چیز میگوهد لاغل به خاطر ما بگذار جهانگیر دو مثلا. قیصی جان ببخشید، شما از کجا میدانید نوزاد پسر است؟ همین که روز به روز زیباتر میشویم نشانه که پسر بودن نوزاد است دیگر. نمیبینید هر مادری که پسر باردار باشد همینطور هی زیباتر میشود. یکی بعد حالا اینو بگیره. دلیل دوم هم پیشگویی جناب داموس است که فرموده بودن جانشین اعلی حضرت به زودی به دنیا میآیند. خب جانشین باید پسر باشد دیگر. برنامه دراز مدت هم دارد مادر فولاد زره. فولاد زره، فولاد زره اسم بسیار مناسبی است، هم با ابهت است هم به جفتتان میآید. حالا بگذارید این بلا بیاید رد شود برود، بعد ببینیم چیزی از هم باقی میماند از دربار، بعد فکر جانشین کنید. یه ذره این سر کانوا رو شل کن آبجی. پس کی میآید این لطفعلی خان؟ ما مردیم از این خفت و زاری، از دیروز تا حالا داریم از دست اختر فرار میکنیم که خفت و خاری ما ندهد انقدر زایه ما نکنه. ما چه میدونیم کجاست، یه گوشه ای هست دیگه داره میاد دیگه بابا. ببخشید شما به این نامه مشکوک نشدی؟ چطور؟ آخر این همه روز در کاخ بودیم هیچ خبری نشد، یک روز رفتیم شکار نامه آمد، بلوتوس خان فرار کرد، لطفعلی خان سر رسید، تنها کسی هم که وسط سود بر این مستشار بود که اتفاقا هم در کاخ مانده بود. یعنی ممکن است مستشار نامه را نوشته باشد؟ آبی یه رنگی صورتی نزدودی و این شوهر ما را ببین، من دارم هی توطئه کشف میکنم آن وقت برای من کانوا میبافد. به هر صورت اگر آمدن لطفعلی خان طول بکشد کاسه زیر نیم کاسه است. اومد داره میاد، برم قبله ی عالم شما چرا فرار میکنید؟ با شما که کاری ندارد، با فخری خانم کار داره دیگه. غلط کرده با فخری کار داره، مستشار رو با چی گذاشته بود آخه؟ ها شما کیو دارین میگین؟ من اختر رو دارم میگم. وای کبوتر، وای کبوتر برو همین الان دم در بگو قبله ی عالم در اندرونی است، هیچ کس اجازه دخول ندارد. برو یک عمر زایعش کردی، حالا یک هفته هم تحملش کنی، تا کی میخواید از دستش فرار کنید؟ تو بشین کبوتر. میگیم کبوتر از لطفعلی خبری نداری؟ نمیدونی کجاست؟ والا نه قبله ی عالم، هنوز که به حوزه استحفاظی من وارد نشده و این نشونش اینه که یعنی تا یه هفته ای راه داره به تهران برسه. یه هفته؟ کبوتر؟ نکنی یه دفعه دهن وا کنی جلو اعلی حضرت و خود شیرینی کنی؟ منو خود شیرینی؟ اصلا شما دیدین در تمام این سالها من حرف کسی رو پیش کسی ببرم، راز کسی رو فاش کنم؟ اگه این احتیاج مالی نبود بس آدم مگه بیکار بود که حرف کسی رو به کسی بگه؟ فخری ما پول نداریم، یه پول بدیم. آبجی یه رنگ خوشگل بده، میخواییم یه طرح گربه بندازیم جلو ژاکت بچه. خب آقایان نامردا چه خبره؟ ما را نمیبینید؟ خوشید؟ نفرمایید قربان، نفرمایید، دلمان برای تان یک سرش. خب بگویید ببینیم پادشاه جدید چگونه است؟ نفرمایید قربان، یک اشکوله به تمام معنا. حالا حضرت هم اینقدر بد میاد آقا معلم بازی در میاره، مردی که هم توفنگ داره دستش نگرده به ما قشونداری میخواد یاد بده. خب عیبی ندارد، لازم بود یک مدت کسی دیگری بالای سرتان باشد تا قدر ما را بدانید. خداییش علا حضرت دلمان برای اون توپ و تشرها و توهینهای شما تنگ شده. این مردک یک جوری با آدم صحبت میکند که احساس میکنی زن هستی. اقبال جان عزیزم ممکن یه لیوان آب بهم بدی؟ تو علا حضرتا حبا تا که بعد این اشکل رو تحمل کنه؟ آخه این آدم بیهست، این آدم خونسا. فعلا باید بگذاریم لطفعلی خان بیاید برود،
شما تا میتوانید باید از اون تعریف بکنید، بادش بکنید، باورش بشود پادشاه هست. لطفعلی خان که آمد علو حضرت رو تحویلش میدیم بره. آفرین احسن، چه تدبیر خردمندانه. بگم علو حضرت ها، ای اتی کجایه؟ این داماد اشکلش انداخته گیر ما خودش رفته هم دهنش خسبیده؟ چه میدونیم؟ میگوید چشم دیدن دوشقه شدن دامادمان را نداریم. ما میگم این متکی ندید بدید شاه نشده، این شبا میاد هم سرکشی ای بر اون ور. اگه موافقه هم ختم جلسه را اعلام کنیم بریم خانه همان. باشد، فقط یادتان باشد که لطفعلی خان رسید پشت در کاخ، همه تان جمع میشوید تو حیات، شروع میکنید جارو کشیدن و بیل زدن و قشرو کردن. پرسید صاحب کاخ کیست؟ چی میگی؟ نیما شاه. چی میگی؟ نیما شاه. نه چی میگی؟ نیما شاه. بله؟ خبید؟ خیر، بیدار هستم، بفرمایین. قبله عالم، قبله عالم، آمدم شاید اگر خوابتان نبرد کمی دلقکی کنم، اگر هم خوابتان میآید که بروم مزاحم نشوم. نه اتفاقا خیلی خوب کاری کردی اومدی، من اصلا خوابم نمیبرد. یعنی این خانواده دیلمی انقدر شبا مزاحم آدم میشن که من اصلا عادت دارم تنهایی بخوام، شاه شدنم سخته ها. دامبول به فدایتان، الان یک 6 و 8 ریز میآیم تا کیف کنی. بیا یکم معاشرت کنیم، چطوره؟ معاشرت عالیه. اتفاقا نون بیار کباب ببر کاملا معاشرت میآورد. اگر موافق باشید نون بیار کباب ببر با هم بازی کنیم. ببین، من از این بازی ها که شما الکی به شاه میباختین واسه اینکه دلشو خوش کنین خیلی بدم میاد. بازی باید واقعی باشه، یعنی یه جوری باشه که من وقتی میبرم حس واقعی داشته باشم، جدی باشه. ها، هر طور میلتان است، هر طور میلتان است، ولی من نون بیار کباب ببرم خوبه. اوه، احساس میکنم که داری واسه من کری میخونی. قربان، یه همچین حسی به من دست داد. قربان، بسیار قربان. گفتم که مثل اینکه بازید خوبه. آیه قربان، دست مبارک، دست مبارک قربان. قربان خوب بازی میکنی، خیلی خوبه قربان، فداتو بشم قربان. آقای سر آرومتر قربان، میخواد دست بازی نکنی. نه بازی من نگفتیم باقی باشه. قربان من نگفتیم جواب من چرا، ولی من نگفتیم باقی گفتیم دیگه. آقای سر آرومتر دستم میسوزه قربان. خب میخواد دست نزنم؟ نه بسن ولی آروم. قربان. نوبت منم میشه به هر حال. قربان حالا نوبت منه قربان. تو نوبتانم میشه قربان. عالی میزنید. آقا چرا دستتو نمیکشی؟ من دارم میکشم. چرا؟ شما یه خورده ضربه دستتون عالیه. چطوره؟ خیلی خوب. احساس میکنم که دردت میاد ها؟ قربان یه کاری بکن. چقدر خوب میزنی؟ قربان یه سری کنی. قربان اصلا آدم باورش نمیشه که این کاری که شما دارین انجام میدی. قربان تولید که نشد ها؟ نه به هیچ وجه. من معذرت میخوام. الهی قربونت باشه. هاش من یه احساس میکنم دست چی یه ذره یخ بذارش بیا. اب نداره اینو بگی برو کسی هم نگو. برو برو باشه خوشو برو یه ذره یخ بذارش. دکتر من که اینجام دوباره که خودت میای، کسی اجبار نمیکنه. نه من خودم نمیام، من خودم اونجا نمیام. راجع به واقعیت و خیال بعداً حرف میزنیم باشه؟ نه بله خب بسیار. نمیخوام در امور شخصی دخالت کنم ولی این لباس اصلا فت نمیاد. لباسام داستان داره، من حالا بهتون میگم. خب من اینجام که داستانه تو رو بشنوم. نه یعنی داستان داره، یعنی اینکه ماجرای داستان واقعیه. ببخشید واقعیه. واقعیت های تو رو بشنوم. چجوری بگم؟ من شاه شدم. جدی میگم من شاه شدم.
خب اون وقت شاه قبلی چی شد؟ شاه قبلی خب ایشون بیمار بودن دیگه، توان نداشتن که در واقع دربار رو اداره کنن، مملکت رو اداره کنن. بعدم اینکه پسری هم که نداشتن، دامادشون هم که تو زرد از در اومد و فرار کرد، به خاطر همین من رو برای جانشینی خودشون انتخاب کردن در واقع. خب برنامه بعدی چیه؟ چون ظاهراً اونجا که تو هستی بالاتر از مقام شاه مقامی وجود نداره. چرا؟ بعضی وقتا خانم فخرالتاج، خانم من براتون توضیح دادم، خانم فخرالتاج میخواستن تو امور دربار دخالت کنن که من فکر میکنم که جهانگیرشام ناراحت میشدن. منتها دانس خاتون همسر من اصلا دوست نداره تو امور دربار دخالت کنه به هیچ وجه، یعنی خوشش نمیاد. خب نگفتی برنامه بعدی چیه؟ برنامه بعدی من اینه که من اصولا علاقه دارم که شاه خوبی باشم، یعنی که در واقع یه کسایی انتخاب کنم که شایستگی داشته باشن که در دربار حضور داشته باشن، به امور رعیت رسیدگی کنم، وضع مالی رعیت خوب بشه، درآمدها خوب بشه، درمان، آموزش، پرورش، بهداشت، همه اینا بهبود پیدا کنه و در نهایت جلوی ریخت و پاش و اسراف رو بگیرم. کلا میخوام یه کارای اینجوری من تو تاریخ انجام بدم. در این زمینه الگویی هم داری تو ذهنت؟ الگو که خب به هر حال شما هیچ شاهی رو در تاریخ پیدا نمی‌کنین که خیلی کامل بوده باشه همه این کارا رو انجام بده، ولی من یه کاری دارم انجام میدم، اونم اینه که من میخوام با شیراز تماس بگیرم، لطفعلی خان زن تماس بگیرم تو شیراز، بعد بهش بگم که آقا محمد خان قاجار میخواد حمله بکنه و یه جوری جلوی سقوط اون سلسله رو ما بگیریم. دوره نمیخوای خودت به خودت کمک بکنی؟ باور نمیکنی نه؟ چرا باور میکنم؟ چطوری خودت میتونی به خودت کمک کنی؟ نه شما به من بگو الان من باید چیکار کنم؟ ببین حداقل کاری که میتونی بکنی اینی که از نمودهای بیرونی بیماریت جلوگیری کنی. مثلا این چیزا رو که برای من تعریف کردی اینا رو به کسی نگی. مثلا این لباس ها رو نپوشی، لباس عادی بپوشی، برای اینکه توی بیرون توی جامعه ممکنه مورد تمسخر قرار بگیری و به خودت یا به دیگران صدمه بزنی. حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که نظری بیماریت دیده بشن. آقای دکتر من چیزی خدمتتون بگم، اون دفعه هم که من از اینجا رفتم شما اینجا کلی با من صحبت کردین که کاخی وجود نداره، نظمیه این نیست، سربازی نیست، من رفتم اونجا هم کاخ وجود داشت، هم نظمیه چیا بودن، هم باتون زدم تو سرم و همه اتفاقا افتاد. این توضیح بدم خدمتتون، شما به من گفته بودین اینا وجود نداره ولی وجود داشت. خب یه کاری بکنیم، از اون پنجره به بیرون نگاه کن. چی میبینی؟ میدونه؟ ونکه؟ میدونه ونکه؟ تو داری از اون پنجره چی میبینی؟ میدونه؟ ونک. توی میدونه ونک هیچ کاخ یا اتابک یا فخرالتاج یا نظمیه یا هیچ کدوم از اینا وجود ندارن، دارن؟ نه. این چیزیه که جلو روی توه. کدوم واقعیته؟ کدوم خیاله؟ کدوم واقعیته؟ این چیزیه که میبینی لمس میکنی. خب من به منشیم هم الان میگم یه آژانس برات بگیرن، تو رو تا در خونه برسونن که از اینجا که میری این بار به نظمیه نری، یه راست میره خونه. خب من دارم ترمینال باید دارم، دارو می‌نویسم، یه سری داروی جدید می‌نویسم مصرف می‌کنی و لباس عادی بپوش.
عادی رفتار کن. خودت باید یه کمی کمک بکنی به من و خودت. اول خودت. یک جمله ای هم هست که لازمه بگم. گذشته عوض نمیشه. درست میگم. گذشته رو نمیشه عوض کرد. یه کمی باید به فکر آینده باشی. باید به فکر آینده باشی. این که میگفت اینجا میدون ونکه که دکتر دکتر جانم اعلی حضرت با دوالمول کار داشتی؟ نه تو چند وقت این پشتی؟ راستش رو بخواید من زیر تخت بودم الان آمدم بیرون. من داشتم الان میومدم تو یا میومدم الان داشتم میومدم شما داشتید میرفتید بیرون. من داشتم میرفتم بیرون. مشکلی هست بگویید من حلش کنم. نه نه فکر کنم داشتم خواب میدیدم. ایراد نداره. خواب آره. خواب خوش یا خواب بد؟ خب از یه جهت خوب بود به خاطر اینکه برگشته بودم به زمان خودم، از یه جهت هم بد بود چون دکتر به من گفتش که تمام اتفاقاتی که دیدی رویاست. رویا همان خانمی که شبیه ناز خاتون بانوست واج عاشقش بودی؟ نه دیگه، رویا از نوادگانش میشه، یعنی ناز خاتون میشه مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگش تقریبا، یه همچین نسبتی پیدا میکنه. ببینم اعلی حضرت، آن دکتری که باهاش مشورت میکنید کجاست؟ چگونه وارد کاخ می شود که ما نمی بینیمش؟ دکتر رو که دکتر خیلی چیز شبیه بلوتوس هست، اصلا انگار یک نفرن، خیلی مرد خوبیه. آره پس شما از محل اختفای جناب بلوتوس هم مطلعید. با نام مستعار دکتر می آید و می رود. دلیل این مخفی کاری ها چیست اعلی حضرت؟ نیم بچه تو داری از من بازجویی می کنی؟ بازجویی نه اعلی حضرت، بازجویی نمی‌کردم، داشتم یادداشت می‌کردم که در تاریخ ثبت شود. باور کنید لازم نکرد تو تاریخ ثبت بشه. یه بار دیگه بیام ببینم زیر تخت تو کشو قایم شدی، میدم بکارن تو گلدون آب بدم باد رشد کنی. فهمیدی نه؟ بله اعلی حضرت. برو ببینم نبینم. من مخبر خانه‌دارتون هستم، باور کنید فقط برای شما کار می‌کنم اعلی حضرت. خواهش می‌کنم تو راهم اگه دامبولو دیدی بگو بیاد اینجا بشینیم، می‌خوایم با هم یه خورده معاشرت کنیم، من خوابم نمی‌بره. میگم اعلی حضرت دامبول هم در باند است، یعنی از ماجرای بلوتوث با خبر است. برگم شو بیدون بودا امبلو. تو هم باردار نبودی لعبت جان؟ خودتو هم که باردار نبودی؟ نه ما این کارها رو کردیم که مستشار به ما توجه بکنه. ما هم میخواستیم که از تو کم نیاوریم. ما چقدر نقاط مشترک داریم لعبت. خیلی آری خیلی. ببین شوهر ما که پادشاه شده است، بعد شوهر تو ول کرده رفته، بیا با هم کلکل کنیم. ما خیلی قصه داریم ناز خاتون. ببین یک ذره با هم کلکل کنیم، دست خالی به خانه نرویم، این مادر ما خیلی ناراحت میشود. ما خیلی غم داریم. یکم هم دیگر رو بچزانیم لعبت. ما خیلی دلتنگی و حسرت داریم. شما چقدر چیز دارید لعبت جو، ما هیچ کدام اینها رو نداریم. ناز خاتون ما خیلی تنهاییم، بیا با هم دوست باشیم. باشد ببین با هم دوست باشیم، ولی گاهی هم به هم خنجر بزنیم از پشت. باشد. میدونی بلوتوث خیلی وقت است که رفته، ما خیلی نگرانیم. آخه الهی بمیرم برای همش فکر میکنیم ما دیگر به هم نمیرسیم. من و اون مثل ماه میمانیم و خورشید. نمره 20 کلاس رو نمیخوام. چه؟ همینجوری یک چیزی گفتیم. ناز خاتون وقتی که در فرانس بودی یارشان سفر میکردن آجه میکردن. آنها خیلی سریع یک یار دیگری پیدا میکردن. نه ما بلوتوث رو میخواییم. وای نه به
باهوش و قوی است، هیچ اتفاقی برای او نمیافتد، اصلا نگران نباش. کاش براش یک اتفاقی بیفتد که ما هم ناراحت شویم. همش فکر میکنیم رفته یونان یک زن دیگر بگیرد. میگویم یک نامه برایش بنویس. آخر ما که نشانی از او نداریم. اشکهای ما را به دست ابر و نامه های ما را به دست باد میسپاریم. وای چه کارهایی تو بلدی لوبت جان. ناز خاتون، کاش یک نامه، فقط یک نامه برای ما میفرست. یعنی اگر یک نامه بفرستد تو خوشحال میشوی دیگر؟ خیلی. ما مطمئنیم که یک نامه میفرستد. خدا کنه. آری ببین، ما اینجا هیچی کاسب نشدیم، ما برویم. ممنون از اینکه با ما دوست بودی. ببین لوبت جان، یک برنامه بگذاریم که از پشت به هم خنجر بزنیم. خوب باشه. ما مطمئنیم که کفتر نامه او را به شما میرسانه. من یه معذرت خواهی بابت دفعه قبل به شما بدهکارم. نفرمایید قربان. نه، من رفتار مناسبی نداشتم. به هر حال خواهش میکنم قربان. درسته که من شاه شدم، ولی دلیلی نداره از قدرتم سوء استفاده کنم. قربان، شما هرچه بیشتر بر سر ما بزنید ما خوشحالتر میشویم. این حرفون از اندام بود. منم یه انسانم مثل تو، ما با هم فرقی نداریم. بنده نوازی میفرمایید قربان. خواهش میکنم. بعدم اینکه اگر من زمانی که شاه شدم طاقت یک باخت رو نداشته باشم، کلام پس معرکه است. چشم قربان. اینقدر به من نگو قربان. میتونی منو به اسم کوچیکم صدا کنی؟ بگو نیما. چش نیما. بسیار خوب، یه بازی فکری را میندازیم این دفعه. میخوام که با تمام وجودت بازی کنی، یعنی میخوام مغزت را بیفته. نیما کوری هم میخونی؟ کوری که جزء بازی هستش، حتما باید کوری خونده بشه. سوسک میبینمت نیما. پس کوری از الان شروع کردی. بسیار خوب، من انتخاب کردم. جندره؟ بله. خواجه نصیرالدین طوسی. از کجا فهمیدی؟ سوسکی نیما. یه چیزی پروندی حالا همینجوری گرفت، حالا این دفعه رو ایراد نداره. بسیار خوب، انتخاب کردم. جندره؟ بله. گوزن کوهی جنگل های گرمسیر. مگه میشه؟ ریز میبینمت نیما، ریز میبینمت. بسیار خوب، حالا باشه، این دفعه سخت‌تر خواهد بود. البته جاندار و بی جانش به تو دیگه ربطی نداره. واحد پول تنزانیا. توی اوشکول حالا واسه من قهرمان آی کیو شدی ها؟ گفتم که برو با بزرگترت بیا نیما. برو نیما گفت دیگه. حالا دوبار برود خندیدم، پررو نشو. بسیار خب، حالا تو انتخاب کن. چشم قربان. خیلی هم سخت نباشه. چشم قربان. چیزی باشه که تو روز باهاش سر و کار داری. چشم قربان، انتخاب کردیم. مش. نه، نباید به من میگفتی که، یعنی یه خورده بازیو به هر حال باید پیچیده‌اش کنی. اینطوری هستش. باشه، تو جیبم جا بشی؟ نه نمیخواد، اصلا نمیخواد چیزی بگی. من خودم سوال میکنم از شما. بسیار خب. تو جیب جام چه؟ بله. جان داره؟ نخیر. شیرینه؟ بله. زرده؟ بله. موزه؟ زردالو قربان. زردالو. برو گم شو، نمیخوام ببینم. برو گم شو. با سپاس فراوان قربان. خب ببین فرنج جان، من سعیم بر اینه که مقامات دربار رو نسبت به وظیفه‌ای که دارن توجیه کنم. البته در این راه فکر میکنم با شما به مشکلی نخورم، چون شما هم سواد دارین، همین که زبان خارجی میدونین و ما با هم مشکل نخواهیم داشت. اون سامیوز نو؟ یه زربان مسئله فرانسویه که میگه مشکل خودتونه. می‌فرمایید. نه، کلاً فکر می‌کنم که شما در تعریف از وظیفه یک مترجم دچار اشتباه شدین. به نظر شما وظیفه یک مترجم چیه؟ وظیفه یک مترجم اینه که مورد معامله رو به هم نزدیک کنه، افراد رو بیاره بشونه و معامله رو زودتر جوش بده. این که تعریف دلال عزیزم، وظیفه شما چیه؟ دلاک؟ من این کلمه که شما میفرمایید نمیشناسم، ولی به هر حال این وظیفه من حالتی هستش که وقتی اعلیحضرت قصد فروش ملکی، املاکی، شهری، استانی، معدنی، چیزی رو دارن به من میگن و من فرد مورد نظر میارم میشونم پای میز و معامله رو جوش میدیم. به هر حال شما باید بدونید 190 مشتری های این آب و خاک خارجی و زبون نفهمن و باید یه کسی باشه که قیمت، موعد تحویل، موعد پرداخت اینا رو بتونه هماهنگ کنه. با من میتونم بگم که افتخار می داشتم که در اکثر معاملات اصلی این آب و خاک سهیم بودم و تونستم که معامله رو خیلی سریع و بدون دغدغه جوش بدم. شما هم اگر که ملکی چیزی برای فروش دارید به خودم بگین. من
مشتری دست به نقد دارم براش. پول میشونه بذاره رو میز. درصد منم هر وقت که داشتید بدید. ایرادی نداره. À la fin, c'est une coopération. On va tous bénéficier. Si on peut avoir le plaisir de votre présence, ça sera très très bien. خب به من بگو مخبر تو تعریفت از شغل چیه؟ علی‌حضرت ما کلن از خودمان تعریف نمی کنیم. شما از خودتان بگویید. چه خبر؟ با شغل جدیدتان حال می کنید؟ دست رو بگشت. من که باز؟ من باز شوخی دارم. وظیفت چیه؟ علی‌حضرت ما یک عمر همه را سال پیش می کنیم. حالا شما ما را سال پیش می کنید؟ خب بذار بهت بگم که من دیگه تو این دربار احتیاج به خبرچین و جاسوس ندارم. از همین لحظه شما اخراجی. نفرمایید علی حضرت، در این دربار عریض و طویل اگر یک نفر باشد که به دردتان بخورد آن منم. چطور مگه؟ ببینید الان دنیا دنیای انفجار اطلاعات است. الان خبر دست اول از طلا هم با ارزش‌تر است. درسته، این یه تیکه رو باید موافقم. بله جم، دوربر شما پر از توته و دسیسه است. اگر من نباشم چشم باز میکنید میبینید سرتان روی سینه تان است. خب آره، آدم باید حواسش جمع باشه، اینو قبول دارم. بله، بعد هم در تمام این دربار کسی را اندازه من پیدا نمی کنید که در هر سوراخی، در هر دیگی، در هر کشوی جا شود. بله، از همون ورودم به کاخ من فهمیدم یک هارمونی عجیبی بین سایزت و شغلت وجود داره. در ضمن هیچ کس حافظه مرا ندارد که تمام اراجیفی که پشت سر شما گفته می شود را کلمه به کلمه و فوش به فوش به حافظه بسپارد. و برای خب حافظم چیز مهمیه. پس علی‌حضرت، حالا که همه اینها را قبول دارید، اگر می شود این حقوق این ماه ما را زودتر بدهید، چون مادرمان برای من بانویی در نظر گرفتند. اگر قسمت باشد می خواهیم ازدواج کنیم. خب ببین شکو جان، ما نمیدونم چطوری بهت بگم، ولی کلن ما میخواییم این شغل جلاد رو از مشاغل دربار حذف کنیم و اینکه دیگه به وجود شما احتیاجی نداریم. دل خدای کار نکنین قبل آلم. من هفسر آهله دارم، بچه کوچیک دارم، مادر پیر، پدر افلیج، سه تا زن دارم، یکی یکی بدبختر رو تو سری خوردم. خب باشه، گریه نکن، گریه نکن، بسیار خب، گریه نکن. من نمیدونم چیزی را به من پیش شما زده، ولی به خود من اصلا زورم به یه مورچم نرسیده. شما یه نفر پیدا کنید من ناراضی باشه. آخه من اونایی که شما گردنشون زدی از کجا الان پیدا کنم ازشون بپرسم؟ تازه اونا را من راحت کردم. من این زندگی نکبتی جوری زدم که نفهمیدن از کجا خورده. شما جان ببین، شما بد داری متوجه میشه. ما اصلا میخوایم این گردن زدن رو حذفش کنیم. بالاخره شما هر کسی بخواد ضربه نیست کنی، یه نفر میخواد دیگه تناب دارو بکشه بالا، سم تزریق کنه، یا اصلا بالش بزنه رو صورتش تخفشه. آقا ما اصلا قصد کشتن کسی رو نداریم. اینقدر میزنمش تا بره اون دنیا. ما میخوایم این چیزا رو اصلا حذف کنیم. متوجه هستی؟ من خوشم نمیاد از این. بالاخره شما یکی میخواد که بچت ازش حساب ببره به قندون دست نزنه. قیافه رو نگاه، این غضبناک‌تر سراغ داری جون شکو. نویه گلم، تو چرا اینجا نشستی؟ چرا اینقدر با خودت درگیریم؟ ببین پدر بزرگ جان، من دارم برای لعبت نامه می نویسم آخه. خب چرا نامه می نویسی؟ برو رخ به رخ باش حرف بزن، حرفتو بگو، فیس تو فیس. نه نه، ببینی من دارم از قول بلوتوس برای لعبت نامه می نویسم. آفرین، هیچ کوری چی مثل این دوستی ها نمیشه. همین دوستی هاست که می مونه. بله بله بله، پرتوباخ مهم نیست. بله. دوستی ها مهمه. بله پدر بزرگ، من شما رو خیلی قبول دارم، شما خیلی مردید. لطف میکنید شما بنویسید یک چیزی از قول بلوتوس برای لعبت. من بنویسم؟ بله. ها متشکرم نوی گولم، من الان مینویسم. مشکلی بابا، چرا من توی موقعیت قرار میدی؟ چرا من پیلی مردم من نمیشه؟ نه پدر بزرگ، بده من، بده من. شما بگویید من مینویسم. خوب خیلی پیشنهاد مناسبی. خب چی بگم؟ بگین. چی بگم؟ ببین الان شما بلوتوسین، دلتون برای لعبت تنگ شده، بگی من چی بنویسم. دختر شیرین عقل با اون شعرهای مزخرفت، خاک تو سرت. نه پدر بزرگ، بلوتوس این چیزها رو به لعبت نمیگوید. چرا میگم؟ برای جلوی من و تو رو نمیگونه. اینا تو خلوت به هم دیگه فحش میدن. پدر بزرگ ببین، مثلا شما الان بلوتوسی. شما بلوتوسی.
شما تو یونانی شما دلتون برای لعبت خیلی تنگ شده از یونان به اون چی میگی؟ آفرین آفرین خیلی خوب روشنم گردی روشن روشن شدم بنویس بله آه خدای من بقیهش همینو میگه صبح شب بلوزوز همینو تکرار میکنه پدر بزرگ یک مقدار احساسات احساسات؟ آه خیلی خوب همینه بنویس عزیزم دلم برات تنگم دوری تو دلم را آزرده چشمانم را کم سو کرده وای چقدر قشنگ بود پدر بزرگ بازم بگی خوب بود بله بابا من میگم بارم تو باورت نمیشه نه من باورم میشه آره بابا من بارم خب آه خدای من این بار محکم کاریه بنویس آه خدای من عزیزم افسوس که قربت ما را از هم دور کرده و من در گوشه غربت و در کنج خانه تو با چشمان اشکبار یه عزیزم بگم کیف کنه دلش شاد بشه دلش بلرزه عزیزم کاش میشد دوباره در نگاه تو بدوزم چی و پدر بزرگ؟ اونا رو بخورن نکن دیگه اوناش به ما ربطی نداره خودشون بذار ببرنم بدوزن اصلا اینا رو بخورن نکن بله چشم اینو حالا چجوری میخوای به لعبت برسونیم؟ ببین پدر بزرگ من اینو میبندم به پای یک کفتر بعد میفرستم بیشه لعبت فکر میکنه از یونان آمده کلوم کفتر اینو؟ همون کفتر کاکل بسر های های همون که خبرها رو میبره های های بگو به یونم یونم پدر بزرگ ببخش اصلا چیزی نیست یاد جوانی ها مرتدم چیزی نیست تو خودتو درگیر نکن